سلام، چطورین؟ خوش آمدین به یک ویدیوی دیگر در مورد معرفی با سیکاس و همچنان روش تکثیر آن که نبات سیکاس چه قسم یک نبات زینتی هست و همچنان چه قسم ما میتونیم تکثیر بکنیم. در این مورد اگر علاقه‌مند هستین پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. آشنایی با سیکاس. دوستای گرامی، قسمی که شما در عکس میبینین نبات سیکاس کاملا یک نبات زینتی هست. برگهای گرد تولید میکنه و برگهای اینها بیشتر از یک متر طول داره، بسیار برگهای زیبا و تنه زیبا تولید میکنه و بیشتر این نبات نباتی مناطق گرمسیر هست و به آب هم شدیداً مقاومت بسیار بالا داره و تنه های اینها بسیار دبل دبل است و در این تنه های خود آب ذخیره میکنه و به یک مدت زمان زیادی این میتونه از مقدار آبی که اینا در تنه های خود ذخیره کرده از او استفاده کنه. یعنی به این معنا که اینا در رابطه با کمابی بسیار مقاومت داره و همچنان دیر آب هم هست، این به یک مدت زمان زیادی که آب نخوره مقاومت میتونه و همچنان نوع رقم گلدهی اینها گلهای زرد تولید میکنه با شبهای مختلف و از این طریق دانه هم تولید میکنه و برگ های اینها نظر در نوع سیکاس فرق میکنه. سیکاس انواع مختلف داره و برگ های مختلف هم داره که از برگ های اینها معمولا برای تزیین گل استفاده میکنه، وقتی که گل را برای هدیه و بعضی مسائل استفاده میکنه از یا به عنوان تزیین استفاده میکنه. و روش تکثیر سیکاس دو نوع است که نوع اولش استفاده از پاجوش های سیکاس هست که وقتی سیکاس اصلی رشد میکنه کنارش پاجوش های دیگری رشد میکنه که از او پاجوش ها استفاده کرده او پاجوش ها را به بسیار ملایمت و نرمی از کنار ای سیکاس اصلی جدا کرده و ای را به گلدان مستقل انتقال داده و از خاگ شینی استفاده میکنیم، آب داده میشه، آب کاملا مرطوب باد، همو کوزه یا جعبه‌ای که استفاده میشه، گلدانی که استفاده میشه باید همیشه مرطوب باشه که بتونه براحتی چیز تولید بکنه، ریشه تولید بکنه و به یک نباتی مستقل تبدیل شوه. و این کاملا به شعای آفتاب ضرورت داره که زیر نور آفتاب مستقیم باشه، آفتابی زیادی ضرورت داره تا اینکه بتونه رشد بکنه. و نوع تکثیر دیگه شون استفاده از تخم هست یا از بذری سیکاس استفاده میکنیم که بذرهایشون قسمی که شما در عکس میبینین به شکل زرد رنگ هست. در اول باید یک پوش سخت داره، او را باید جدا کنیم و در مرحله دوم این را نباید به شکل عمودی مانده شود، قسمی که ما زرد در زدیم، و به شکل افقی باید مانده شود که بتونه به راحتی نوده بزنه، جوانه بزنه و ریشه بزنه. امیدواریم که در معلوماتتان افزوده باشم. اگر سوالی در این مورد داشته باشین میتونین کامنت بمانین، ما در اولین فرصت جوابتان را ارسال خواهیم کرد و یا اینکه نظر به جوابتان ویدیو خواهیم ساخت. و دوستای نواد عزیز، یادتان نرود اگر چنلتان را سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و همچنان زنگوله را هم بزنین تا اینکه در اولین فرصت که ویدیوهای ساخته میشن در دسترس شما قرار بگیرد. الله یار و نگهدارتان.